بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نستعینه و نشکره و نتوکل علیه و نستغفره و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. امروز اول ماه مبارک جماد الاولاست و روز اول فاطمیه است. شخصیت اهل بیت علیهم السلام یک شخصیت استثنایی است که با اینکه این همه محافل و مجالس مذهبی برپا می شود و در باره اهل بیت پیغمبر سخن گفته می شود، باز می‌بینیم اون چنان که باید مقام آنان به جاه آنان شناخته نشده است. حضرت زهرا سلام الله علیها اسوه است. اسوه است یعنی رهبر است، یعنی سرمشق است، یعنی همه اگر بخواهند به کمال برسند قطب اوست. در سیر انسان به کمال و رشد، رشد علمی، رشد اخلاقی، رشد اجتماعی، در فکر، در کردار نیاز دارد به انسان کامل، زیرا بشر همه انسان ناقص هستند و فقط در هر عصر و زمان یک انسان کامل هست که او به پهنه جهان مسلط و محیط است. عالم رو می شناسد، انسان را می شناسد، آینده رو می شناسد، برزخ و قیامت رو می شناسد. یکی از القاب فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه است. محدثه یعنی به او حدیث می گفتن. محدثه یعنی از عالم بالا با او صحبت می کردن. مسائل و مطالب جهان رو به آینده رو مطرح می کردن. به این دلیل فاطمه سلام الله علیها محدثه است و روایات فراوان در این جهت است و در احادیث متواتر و معتبر ماست که علوم ائمه چند چیز است از جمله مصحف فاطمه است.
مصحف فاطمه چیست؟ میپرسند در روایات و بیان میکنند که مصحف فاطمه این است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود، فاطمه سلام الله علیها سخت محزون و غمگین بود. او را حزن و اندوه روز به روز او را ضعیف‌تر می‌کرد و توانش را از بین می‌برد. جبریل امین بر فاطمه نازل شد، عرض کرد خدای من به من فرمان داده است که بیایم با تو صحبت کنم و آینده رو برایت بیان کنم. میگوید لما قبض نبیه صلی الله علیه و آله دخل علی فاطمه، بر فاطمه زهرا وارد شد. وقتی که اون حضرت من وفاته من الحزن ما لا یعلمه الا الله، اونقدر حزن و اندوه زهرا رو گرفته بود که غیر از خدا نمی دانست که در دل و در قلب مبارکش چقدر اضطراب و آشوب است. فارسل الیها ملکا یصلی علیها، خدا برای او ملکی فرستاد تسلیت بگوید. این ملک به دلیل احادیث دیگر جبرئیله. البته تمام امامان و معصومین ما محدث بودن، یعنی ملک می آمد باشون صحبت می کرد. در روایت دیگریست که امام باقر علیه السلام می فرماید به بعضی از دوستان و شیعانش که به اون حضرت نامه نوشتن، امام جواب می دهد، می فرماید اگر به مدینه آمده بودید و به خانه من می آمدید، من جای نشستن جبرئیل رو در اتاقم به شما نشان می دادم. این نکته قابل توجه است که جبرئیل بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شده، ولی نزول جبرئیل دلیل بر نبوت در همه جا نیست. نبوت یعنی از طرف خدا دین رو بیاورد، از طرف پروردگار شریعت رو بیاورد. نبوت یعنی از طرف خدای متعال احکام را، حلال و حرام را، واجبات رو، عقاید رو، همه رو بیاورد. این از معنی نبوت. و اما این که جبرئیل بیاید و تسلیت بگوید و آینده رو شرح بدهد، این به شریعت مربوط نیست. ولذا در این روایات به چند روایت دیگر همین جمله آمده، می فرماید
این رو می آمد با فاطمه سلام الله علیها صحبت می کرد. در روز اول هم که وارد شد صدیقه صلوات الله علیها مضطرب شد. امیرالمؤمنین وارد شد، دید زهرا مضطربه، فرمود فاطمه این چنین مضطربت میبینم. گفت جبرئیل آمد به من گفت خدا سلامت رو رسونده، از آینده به من خبر داد. گفت باز هم خواهم آمد. امیرالمؤمنین این تسلیت رو به این اعتماد و اطمینانی که از طرف خدای متعال بر وجود اون حضرت اشراق شد و توجه پیدا کرد به اعتماد و اطمینان، برای امیرالمؤمنین جالب بود. و از اون به بعد هم وقتی می آمد و شرح می داد، امیرالمؤمنین حضور داشت و مطالبی که راجع به آینده بود امیرالمؤمنین می نوشت. ولذا مصحف فاطمه سلام الله علیها به خط امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته شده است و تمام اونچه مربوط به آینده است بیان کرده است. در حدیث دیگری است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال احتضار است، از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده، وقتی که پیامبر اکرم در احتضار بود، فاذن فاطمه سلام الله علیها عند رأسه صلی الله علیه و آله، فبکت گریه می کرد، حتی ارتفع صوتها به طوری بالای بستر پیغمبر اکرم اشک می ریخت و گریه می کرد که ارتفع صوتها، صدای مبارکش بلند شد. پیامبر چشمان شریف رو باز کرد، بعد فرمود فاطمه حبیبتی من الذی یبکیک، چیز که تو رو به گریه انداخته؟ گفت اخش الزیعه من بعدک، این بیسامانی است که بعد از تو میبینم، این هرج و مرجی است که بعد از تو میبینم، که شرایط امت اسلام دگرگون خواهد شد. پیامبر اکرم فرمود فاطمه جان برای ما خدای متعال چیزها قرار داده، هفت صفت قرار داد و آخرین این بود. فرمود سوف یخرج الله من صلب الحسین، از همین حسین تو خدا نه امام خواهد آورد، من نام مهدی ی حاضه الامه، ازا صارت دنیا حرجن و مرجا، وقتی دنیا هرج و مرج شد و تظاهرت الفتن، فتنه ها چشمش باز شد و تقطعت سبل
راه‌های رسیدن به خیرها قطعه قطعه شد و به هم ریخت و اغار بعضهم على بعض مسلمانان و امت به جای این که با هم باشند یکدیگر رو غارت می‌کردند، مالشان را، آبرویشان را، حقوقشان را غارت می‌کنند. چنین خواهد آمد، چنین روزی خواهد آمد. فلا کبیر یرحم و صغیرن، نه پیری به کودکی رحم خواهد کرد و نه پی صغیری یوقر و کبیرن، احترامی از بزرگتر خواهد داشت. در اینجاست که یبعث الله عز و جل عند ذلک مهدیاً، در همین وقت است. که پیامبر مهدی رو خواهد افتاد، روزی که دنیا رو هر جمعش بگیره. در روایاتی که راجع به مصحف فاطمه است، این حدیث به صراحت آمده که این مصحف فاطمه ما فیه حرف من قرآن، حرفی از قرآن در مصحف نیست. مصحف در اخلاق در قرآن، در اخلاق قرآن، در احکام قرآن، در قواعد قرآن، در تربیت قرآن، در تزکیه است، در تعلیم. ولی مصحف تو نه اخلاق درشه، نه تعلیم و تربیت درشه، فقط صفحه جهان را به تو نشون میده، آینده رو برای تو بیان میکنه، تو عالم رو تماشا میکنی، همه هستی اون چه هست میبینی. این مهمه که جبرئیل بیاد با فاطمه صحبت کنه، همین طوری که با پیامبر و امیر صحبت میکنه، بیاد حرفش رو بزنه و بعد هم وقایع آینده رو بگه، امیر بنویسه و امام ششم بفرماید یکی از مصادر علوم ما، یکی از جاهایی که مصدر است و مرجع علوم ماست، مصحف مادر ما فاطمه است. بنابراین صدیقه کبرا یک شخصیتی است که جهان جلو اوست، به تمام حقایق آگاهه و این است که اسوه است و افکار و کردار او هم همه تجلی همین بینش است. وقتی که فاطمه سلام الله علیها میخواد وصیت کنه، یک سری اموال داره، این اموال رو شخصی بلکه از یهود بنی قریظه بود آمد ایمان آورد، به پیامبر ابراز ادب کرد، حوائط سبعه داشت، یعنی هفت و حائط داشت، یعنی هفت و نخلستان داشت که این نخلستان ها رو دور تا دورش دیوار بود. حوائط جمع حائطه. اینو به پیغمبر بخشید، وقتی اسلام آورد به پیامبر بخشید. پیامبر فرمود فاطمه جان، این یهودی مسلمان شده، مال و املاکشو به من بخشیده، من همچون مادرت خیلی به من مالشو بذل کرد، بذلت در من مالها، مالش رو بذل کرد،
در راه من جهاد کرد. من به عنوان این که مادر تو خدیجه این همه مال به من بخشیده و را کار کرده و جهاد کرده، این رو به تو میبخشم. پیغمبر به فاطمه بخشید. فاطمه در هنگام وصیت روایات داره، هم تهذیب داره و هم بهار داره، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید داره. این روایات رو هست. فاطمه فرمود که این رو بدید بعد از من به مستحقین، به فرزندانم، به بنی هاشم، به بنی عبدالمطلب. همه اموالش رو داد. رسوه است یعنی شما خانوم، شما نه حالا منحصر به خانوم نی، آقایون هم همینطوره. فاطمه که اسوه است، اسوه همه انسان هاست، نه فقط خانوم ها. زندگی اونو حساب کنیم ببینیم چطور فاطمه ای که از امروز تا 2 ماه براش عزاداری میکنیم، همه چیزش رو داد، اون فداکاری که همه حسابش جداست، این مالش هم همه بخشید. این که آدم بمیره کلی طلا داشته باشه، جواهر داشته باشه، مثل بعضی از خانم ها، یا آقایون پول در این بانک و در اون بانک داشته باشن، اینا پیرو به فاطمه نیستن. از فاطمه باید یاد گرفت، از زهرا باید درس گرفت. درس این از معنای اسوه. ما که 2 ماه عزاداری میکنیم باید راه فاطمه رو یاد گیریم. اون در بذلش، در انفاقش، در کمک به بستگان و ارحام و بینوایان زمان خودش، این در حجابش، در عفتش، در تقوایش یاد بگیریم. خواهران یاد بگیریم، برادران یاد بگیریم، این منش و روش رو حفظ کنیم. این از معنای ولایت فاطمه که ما داریم. معنای داشتن ولایت زهرا این حقایقه. اولا او رو از نظر این پایه بلند بردن که محشور با آسمان ها و با جبرئیل امینه. از نظر کردار و عمل این چنینه. ما از خدا بخواهیم راهمون را، در پولمون را، در حقوقمون را، در اداء حقوق مردم، در روش مردم اصلاح کنیم. زندگی رو اصلاح کنیم، خانه رو اصلاح کنیم، زندگی زن و شوهر رو اصلاح کنیم. این که فاطمه عزم میکنه یا علی، از اون زمانی که من با تو زندگی کردم منذ آشرتنی ما خالفتک، من مخالف تو نبودم، حرف نزدم، امیرالمؤمنین سر او رو به دامن میگیره، اشک میریزه، میفرماید تو بالاتر از این حقی. این برای این است که تو صحنه تاریخ نوشته بشه، زن و شوهرها بفهمن زندگی با هم رو، بفهمن احترام به یکدیگر رو، بهش توجه کنن. این برای اینها هاست. خودم و عزیزان را به ورع توصیه می کنم. حمد خدا را و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اوصیکم بتقوى الله والورع عن محارم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى إمام الخلائق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى كوثر الرسول الزهراء البتول وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم العسكري حججك على عبادك وأمنائك في بلادك خودم و عزیزان را به ورع به تقوا توصیه می کنم. خطبه اول طولانی شد، خطبه دوم سعی می کنم به اختصار، گرچه مطالبی تنظیم کرده بودم ولی مجال اون نیست. ابتدا تسلیت عرض می کنم به خانواده های این عزیزانی که در کشتی نفت کش بودند و به مقام رفیع شهادت رسیدند. به خانواده ها تسلیت می کنم، عرض می کنم براشون خیر در دنیا و آخرت طلب می کنیم و برای اونها هم رحمت و مغفرت و علو مقام. یک بحثی که در این خطبه دوم دارم، شروع می کنم از یک چند سطری از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. معروف است و همه می دانیم که امیرالمؤمنین کتابی و عهدنامه ای برای مالک اشتر که رئیس مصر بود و از طرف حضرت استوندار مصر شده بود برای او فرستاد. این نامه خیلی گسترده و وسیع و من فقط به چند خطش قناعت می کنم. این درباره قضات، درباره جنود و نظامیان و افسران، درباره صنعتگران و قشرهای مختلف مردم و قضات دستورهایی داده. از جمله دستور اون حضرت می‌فرماید مالک، الله الله فی طبقت سفلا، خدا رو در نظر بگیر نسبت به آنان که زندگیشون ضعیفه و در معیشت با مشکل روبرو هستند. من الذین لا حیلة لهم، که راهی برای زندگی و بهبود معاش ندارد. لا حیلة لهم، من المساکین والمحتاجین، از مساکین و محتاجین و مرزا و زمینگیرها و اینها. فإن فی هذه الطبقه قانعن و معترن، افرادی هستن خیلی آبرومند ابراز نمی کنن، افرادی هستن که ابراز می کنن. تو باید به آنان برسی، به آنها توجه کن. این عباراتی که امیرالمؤمنین علیه السلام داره می فرماید که فلا تشخص همک عنهم، تو همت را از اونها بر نگردان، به اونها توجه کن. و الله قسما من بیت مالک، از بیت المال، از موارد مختلف وضع اینها رو مرتب کن و حقوقشون را رعایت کن. فلا یشغلنک عنهم بتر، بتر تو رو نگیره. بتر یعنی زندگی خوب، بتر یعنی صندلی و مقام.
به عبارت فارسی که بتر رو معنا می کنن یعنی سرمست دنیا. این رو به که می فرماید؟ به مالک اشتر. میگه سرمست دنیا، تو سرمست دنیا با این مقام مبادا این بتر و این سرمستی و این میز و مقام تو را از بینوایان دور کنه و محروم کنه. فانک لا تعذر، تو معذور نیستی به این که کارهای مهم بکنی. لإحکام کل کثیر المهم، بیای کارهای مهم بکنی و به این کارهای مهم بگویی که من کارم رو کردم. نه، تو در پیشگاه خدا معذور نیستی، تو نمیتوانی که در درگاه خدا ثم اعمل فیهم بالاعذار الالله یوم تلقاه، نمیتوانی عوض بیاوری. در حکومت طبقه ای که نداره، حالا یا اینکه سوال میکنه یا اینکه به خاطر آبرو سوال نمیکنه، به این طبقه باید رسید. حالا این نکته ای که امیرالمؤمنین میفرماید و روی این خیلی تکیه کرده با صحبت با همین رئیس مصر مالک اشتر نخعی، یه نکته دیگری را هم باز به عنوان حکومت مطرح میکنه. اون این است که کشور اسلامی باید حدودش، حقوقش همه مسئول باشه، که هر کس از دور نگاه کرد بگد این کشور کشور علی است و این کشور اسلامی است. اگر مراعات نکردیم محتاجین را، اگر مراعات نکردیم گرفتارها رو، اونها چه بسا دشمنها مثل معاویه ابن ابی سفیان که دشمن بودن و پولم داخل عراق میفرستادن و افرادی رو هم گمراه میکردن و اونها به نفع معاویه علیه امیرالمؤمنین شعار میدادن. چه بسا این چنین باشد که وقتی اینها بیان و این حرکت رو اینها گرفتار شدن، دشمنها میان روی دوش گرفتاران سوار میشن، روی آه و ناله اونها قرار میگیرن و به عبارت دیگر موجی که افراد معتر و قانع و گرفتار و بیشغل یا کم درآمد دارن روی این موج سوار میشن. بعد کشور را علیه علی تحریک میکنن، علیه امیرالمؤمنین مردم رو به راه میاندازن. این نکته مهمی است که امیرالمؤمنین علیه السلام اون زمان به مالک اشتر گفته، عهدنامه مالکه، که باید دید و درست به اونها برخورد کرد، در مشکلات درست برخورد کرد. در جای دیگر امیرالمؤمنین وقتی از پیغمبر اکرم صحبت میکنه میفرماید در مشکلات این چنین بودند، دوارون به طبه قد احکم مواهمه و احما مواسمه. پیغمبر میگشت تو خانه خودش، دستور نمیداد، میگشت ببیند کی گرفتاره، زخمها رو میدید، نوع زخمها رو میشناخت، برای زخمها مرهم درست میکرد. این مرهم هایی که درست میکرد کاملا مطابقه با این زخم ها بود. حالا فرض کنید در فلان استان، حالا در کشور ما،
یک کارخانه تولید تعطیل شد. پیغمبر اکرم امیرالمومنین فرماید این چنین بود، میرفت بدید چه باید کرد، دوارون به تپه. امیرالمومنین به مالک میفرماید چنین باش. خب زمان ما چه باید باشه؟ در این استان اگر دیدیم این مرکز تولید و این جایگاهی که اینقدر کارگر داره بیرون رفتند و خوابید، چه شد خوابید؟ چه مشکلی داشت؟ مدیریت ضعیف بود؟ اجناسی که تولید می کردن اجناس قابل عرضه نبود؟ قابل صادرات شدن نبود؟ نقدینگی نبود؟ هرچه بود برسیم، همین کارخانه رو برسیم، راه بسته نیست. همون طوری که رهبر معظم انقلاب دامن صدر فرمودن راه بازه، مشکلی نیست. این مشکل رو با این همه جوانان، با این همه مردم با معرفت و دانشگاهیان آگاه بصیر، این کشور با عظمت که در این ترقی قرار گرفته الحمدلله، دشمن دور تا دورشو گرفته، دشمنانی که همه هدفشون این است که اسلام از بین بره، تو همین چند روزه ای که 13 اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی در تهران بود، دیدیم به فرمایش رهبر عزیزمون فرمودن در اون جمع بشون که شما قطعنامه در باره میانمار نوشتی، در باره کشمیر نوشتی، ولی نسبت به فلسطین سکوت کردی، نسبت به یمن سکوت کردی. شجاعت باید باشه، قدرت باید باشه، وحدت کلمه باید باشه، دلسوزی برای جهان اسلام باید باشه. این دلسوزی ها دنیایی که ایران و اسلام این چنین غریب شده که از یک طرف صهیونیسم میخواد ریشه بکنه، از یک طرف امریکا داره همه حمایت میکنه، از طرف دیگر آل سعود خبیث داره هزینهشو پرداخت میکنه، این دنیاست. در این دنیا جهان اسلام به شجاعت احتیاج داره، به انسجام احتیاج داره. در کشور ما هم همه انسجام و وحدت بر محور ولایت فقیه، ولی نه اینکه حرف بزنیم بر محور ولایت. ولایت چی میگه؟ ولایت اینو میگه، اینی که امیرالمؤمنین داره به مالک اشتر میفرماید، روش پیغمبر رو میفرماید بریم ببینیم مشکل چیست، مشکل رو حل کنیم، نقدینگیست حل کنیم، به هر طور میشه حل کنیم. این دیگه راه های زیاد داره. چه باید کرد که این کارخانه تعطیل نشود؟ فقط چه باید کرد که این کارگرها بیکار نشن؟ فقط این باید هدف باشه، این باید هدف باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.